سرخط خبرها و مهمترین ها، وزیر عدلیه طالبان هشدار داد که سراغ همه غاصبان زمین خواهد رفت. مایکل مکال، برغم بحران بشری در افغانستان، کمک های امریکا به دست طالبان می رسد. امریکا بر تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان تاکید کرد. و همچنان در پایان، مارشال دوستم دو امید را در داخل افغانستان تجلیل می کند. مشروع خبرها. وزیر عدلیه طالبان در سخنرانی جدید هشدار داد که این وزارت سراغ همه غاصبان زمین را خواهد گرفت. وزارت عدلیه طالبان یک سخنرانی عبدالحکیم شرعی را پخش کرد که در آن ادعا می‌کند در نظام جمهوری بیش از هر زمان در تاریخ زمین غصب شده است. آقای شرعی در این سخنرانی می‌گوید هیچ یک از غاصبان زمین نمی‌خواهند به نام غاصب زمین یاد شوند. او در ادامه این سخنرانی میگوید اما تایید میکنند که در افغانستان غصب زمین وجود دارد، اما هیچ کس نمیگوید این غصب توسط چه کسی صورت گرفته است. آقای شرعی همچنان گفت هر رهبر جهادی مسئول دولت قبلی و بزرگان قومی که به این وزارت جلب میشوند میگویند ما را غاصب خطاب نکنید و به ما توهین نکنید. وای مقامات حکومت پیشین در افغانستان از جمله رهبران جهادی و بزرگان قومی را به غصب زمین متهم کرد و گفت برخی از رهبران حکومت قبلی نیز به غصب زمین متهمند. طالبان بر اساس فرمان رهبر این گروه کمیسیونی را به نام کمیسیون جلوگیری از غصب زمین تشکیل داده که عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه این گروه در رأس آن قرار دارد. این گروه در حال از مبارزه با غصب زمین سخن میگویند که خود به غصب زمین متهم هستند. پیش از این باشندگان نهر سراج هلمند به افغانستان انترنشنل گفتند عبدالله خانزاده رهبر طالبان و عبدالاحد طالب فرمانده نیروهای ویژه او از 300 جریب زمین دولتی و زراعتی برای اهداف شخصی خود استفاده می کند. مایکل مکال، برغم بحران بشری در افغانستان کمک های امریکا به دست طالبان می رسد. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر از بحران بشری در افغانستان و سوء استفاده طالبان از کمک‌های خارجی ایالات متحده انتقاد کرد. او گفت که بحران کنونی در افغانستان نتیجه نوع خروج آمریکا از این کشور است. مکال گفت که کمک‌های بشردوستانه آمریکا به مردم به خصوص زنان و کودکان رنج کشیده افغانستان نمی‌رسد. در عوض به گفته مکال ما بر اساس فکت می‌دانیم کمک‌های مالیات دهندگان آمریکایی به جیب طالبان و متحدان این گروه می‌رود. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه مجلس استماعیه با حضور اسمنتا پاور رئیس سازمان کمک‌های بین‌المللی آمریکا برگزار کرد. در این جلسه خانم پاور با پرسش نمایندگان درباره موثریت کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای آمریکا در کشورهای مختلف پاسخ داد. مکال گفت که خروج آشفته نیروهای آمریکایی در زیر نظارت حکومت بایدن بحران گسترده انسانی را در افغانستان ایجاد کرده است. عبدالرشید دوستم، قبلا هم مهاجر شدیم اما کار کردیم و افغانستان را از دست طالبان آزاد کردیم. مارشال عبدالرشید دوستم به مناسبت عید فطر گفت که شمار شهروندان افغانستان به دلیل ظلم طالبان در کشورهای مختلف آواره شدند. آقای دوستم در دیدار با شمار افغانهای مقیم ترکیه گفته که رهبران سیاسی پیش از این نیز مهاجر شده بودند که به گفته او آنها دوباره افغانستان را آزاد کردند و طالبان را شکست دادن. طالبان در مورد اظهارات دوستم چیز نمیگوید. امریکا بر تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان تاکید کرد. یک روز پس از رد تعیین نماینده ویژه سازمان ملل از سوی طالبان، وزارت خارجه امریکا به افغانستان انترنشنال گفت کشورش همچنان از تعیین نماینده خاص برای افغانستان حمایت میکند. با گفته این وزارت تعیین نماینده خاص اعضای شورای امنیت سازمان ملل هم است. حمدالله فدرت معاون سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان سخنگوی دبیرکل ملل متحد گفت که تعیین نماینده ویژه برای افغانستان اقدام غیر ضروری است. او تاکید کرد که با حضور یونما در افغانستان نیاز به تعیین نماینده ویژه جدید نیست. سخنگوی سازمان ملل گفته است که کار بر تعیین نماینده ویژه جریان دارد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به عارف یعقوبی گفت که بر اساس قطعنامه 2721 شورای امنیت سازمان ملل، این شورا از دبیرکل این سازمان میخواهد تا یک نماینده ویژه برای افغانستان تعیین کند. او گفت ما از این موضوع همچنان حمایت میکنیم و منتظر انتصاب او هستیم. نمایندگان کشورهای غربی گفتند که تعیین نماینده ویژه برای هماهنگی روابط جهان با طالبان ضروری است. با این حال یک منبع دیپلماتیک بر روزنامه پاکستانی گفت که احتمال عقب‌نشینی طالبان از موضعشان در قبال پذیرش نماینده ویژه برای افغانستان کم است.
این روزنامه پاکستانی به نقل از منابعش گفته است که رضا اوتنبایوا رئیس یونما بعد از عید گفتگوهای جدی را با مقامهای طالبان برای متقاعد کردن این گروه برای پذیرش نماینده ویژه آغاز خواهد کرد. با گفته این روزنامه یک طرح این است که دبیرکل یک هماهنگ کننده ویژه به عوض نماینده ویژه تعیین کند. وزارت خارجه طالبان در ماه جدی در واکنش به قطعنامه 2721 سازمان ملل گفت که این قطعنامه بدون مشورت با این گروه به تصویب رسیده است. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در خصوص ارزیابی مستقل و توسعه های فریدون سینیلی اغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان 9 ماه جدی با 13 رأی موافق و 2 رأی ممتنع روسیه و چین به تصویب رسید. آقای سینیلی اغلو در گزارش خود خواهان نماینده ویژه سازمان ملل شده بود. بایدن: تعهد آمریکا برای حمایت از اسرائیل در برابر ایران آهنین است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که تعهد کشورش برای حمایت از اسرائیل در برابر ایران آهنین است. روزنامه انگلیسی گزارش داده است که بایدن این سخنان را در دیدار با فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن در کاخ سفید بیان کرده است. او میگوید که واشنگتن بر تعهد خود به دفاع از اسرائیل در بابوی تهدیدات ایران مبنی بر آنچه که او آن را حمله مهم در روزهای اخیر خوان ثابت قدم خواهد ماند. با گفته وی همراه با کشیدا میخواهند به تهدید ناشی از ایران رسیدگی کنند. رئیس جمهور آمریکا خاطر نشان کرده است. همان طور که به نخست وزیر نتانیاهو گفتم تعهد ما به امنیت اسرائیل در برابر این تهدیدات از سوی ایران و نیروهای نیابتی آن آهنین است. ما تمام تلاش خود را برای محافظت از امنیت اسرائیل انجام خواهیم داد. پس از حمله هوایی چند روز پیش اسرائیل بر کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه، روابط میان تهران و تل اویو بیش از هر زمان دیگر به تیرگی گراییده است. در آن حمله 7 تن به شمول فرمانده ارشد قدس سپاه پاسداران ایران کشته و شمار هم زخمی شده بودند. پیش از این لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نیز گفت که واشنگتن بر حمایتش از اسرائیل در برابر تهدیدات ایران ادامه می‌دهد. واژگون شدن یک موتر در پاکستان جان 13 تن را گرفت و 30 زخمی بر جا گذاشت. پلیس پاکستان اعلام کرده است که در اثر واژگون شدن یک موتر لاری در جنوب غرب این کشور 13 تن جان باختند و 30 تن دیگر زخمی شده است. خبرگزاری آمریکایی گزارش داده که این رویداد روز چهارشنبه 10 آوریل در منطقه هاب ایالت بلوچستان رخ داده است. با گفته پلیس این موتر لاری در حال انتقال زائران به زیارتگاهی بود که به داخل یک گودال عمیق در کنار سرک سقوط کرد. دلیل این رویداد سرعت زیاد موتر عنوان شده است. پلیس پاکستان افزوده است که انتظار می رود تلفات افزایش یابد. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیومان را لایک و با دوستانتان و اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم.